درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال باشید، قبراق باشید و امروز باز در خدمتتون هستم با چندین خبر جنجالی و شنیدنی است که براتون میگم. اولین خبر رو در یک مسجد در ایران اتفاق افتاده. از قدیم الایام در دوران سلطنت پهلوی مسجدها یکی از جاهایی بود که مردم بهش احترام می‌ذاشتند و حتی کسی که مست بود، عرق خورده بود، از جلوی مسجد رد نمی‌شد که به مسجد بی احترامی نشه. و یا کسانی که در ماه‌های روزه و در ماه‌هایی که عزاداری بود، حداقل حتی اگر اعتقادم نداشتند جلوی مسجد می ایستادند و لباس مشکی می پوشیدند. اما در جمهوری اسلامی که با مسجدها انقلاب کردند و با مسجدها مردم رو گول زدند، با همون مسجدهایی که مردم بهشون احترام می ذاشتند، اعتقاد داشتند، به خیابانها آمدند و دفاع کردند از جمهوری اسلامی و رفاه و آسایش و زندگی خوب و آزادی و هر چیزی که داشتند رو فدای مسجد کردند. حالا در نظام جمهوری اسلامی در همون مسجدها که در گذشته اینها به حکومت شاه فقید گفتن حکومت طاغوت، حکومتی که به مساجدش توهین میشه و مردم رو با همین حربه به خیابونها کشوندند، حالا خود آخوندهایی که مسجدی هستند و در مسجد بزرگ شدند، ببینید مسجد رو به چه شکلی درآوردند که در داخل مسجد میرقصند، آواز میخونند و دیسکو مسجدی را انداختند، دیسکو داخل مسجد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه همه حرفهایی که به مردم میزدند، همه ادعاهایی که میکردند دروغ بوده، همش حق بازی بوده. یک ویدیوی کوتاه گوش کنید. دیدید چگونه عده‌ای که حالا تو اون مسجد اومدن جلسه گذاشته بودن، نمیدونم چی بود، ضبط آوردن، نوار گذاشتند و میرقصند. البته اینها بسیار خوبه، این حرکات باعث میشه که مردم، اونهایی که 1% هم که به این رژیم علاقه‌مندن، اونها هم به صف مبارزان بیان و کشور رو از دست آخوندها نجات دهند. خبر دیگری که خدمتتون میخوام بگم، در روزهای جشن زجر انقلاب به قول خودشون یا جشن سالگرد انقلاب که هر سال میگیرند و امسال هم که هیچ کس توجهی نکرد، مجبور شدن با ماشینهایی که پولدارها و حزب اللهی‌ها که از مال ملت دزدی کردند و خوردند، با ماشین با یه سری عکس‌ها بیان تو خیابونا مانور بدن و مردم اصلا نرفتن. حتی میدون شهیاد که همیشه مقر اونها بوده، امسال من دیدم شاید در حدود 100 نفر 200 نفر وسط میدون پراکنده بودند، اونم که بسیجی‌های محل هستند.
از این جهت میخوام بگم که هیچ بازاری نداشت. خوشبختانه مردم کم کم آگاه شدن، ظلمی که بهشون میشه رو حس کردند و این خودش یک پیروزی مهمه. اما کشور انگلستان، اون روباه پیر که این آخوندها رو بر ایران مسلط کرد، باز دست از خود شیرینی بر نمی داره و در سفارت جمهوری اسلامی جمع شدند و برای جشن انقلاب به قول خودشون در کشور روباه پیر انگلستان که همه بدبختی ها فقط برای مردم عادی است و این مزدوران رژیم در داخل انگلستان اومدن تو سفارت جشن گرفتن به حساب خودشون و نگاه کنید ببینید. از داخل سفارت ایران. چش آخه خیلی سخته این صحنه رو آدم فیلم نگیره، عکس نگیره. داخل سفارت ایران همه بدون حجاب. به خدا رو خودم هم نگاه کن. من میگم که الان دیگه هست. نه این چیزه. مامان سلام. احوال شما بگیرم نگیرم؟ بگیرم. من بگیرم. سلام. همه بدبختی های ملت ایران از انگلستان، فرانسه، آمریکا و همه کشورهایی که سودی از ایران دارن میبرند رو متاسفانه شاهد هستیم. یکی از مسائل مهمی که این روزها مردم گرفتارش هستن زندانهای جمهوری اسلامی است، چون هر اعتراضی رو، هر صحبتی رو مردم رو دستگیر میکنند و به زندانها میبرند. یک گروهی به نام عدالت علی که مدعی شده که زندان رژیم جمهوری اسلامی رو با سیستم‌های کامپیوتری زندان قزل حصار کرج رو هک کردن و از طریق تلویزیون‌های مدار بسته زندان رو نشون دادن و یه فیلمی رو منتشر کردن که وضعیت زندانیان رو نشون میده. واقعا نگاه کنید چه زندانی درست کردن. الان فیلمش رو نگاه کنید میبینید که چگونه جوانان ایران رو، مردم معترض رو، کسانی که دادخواهی میکنند و حقشون میخواند رو در اون فضاها نگه میدارند. نگاه کنید. اعدام های اسلامی این طوری است، نه مثل اعدام های غربی میمونند. اونها میریزند، میکشند، میبرند از بین و همش برای این است که جا برای خودشون باز کنند. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است. یه طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از شر یک موجودی که اگر باشد فاسد میکند جامعه را، از شر این نجات میدهد جامعه را. یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشد یه جامعه اصلاح میشد. اگر 4 تا دوز را دستش را ببرند در مجمع عمومی دزدی تمام می شد. اگر 4 تا آدمی که به فحشا مبتلاست اون را شلاق بزنند در جامعه، فحشا از بین میرد. این همون قده سرطانی است که طبیب برای حفظ یک انسان ناچار است که این قده را بیرون بیارد. گاهی چاقو برمیدارد چشم آدم را بیرون میارد. رحمت هستیم، حفظ هستیم.
این زندان زندان کسانی است که جرم‌های غیر از سیاسی داشتند، چون نشان میده که اینها کسانی هستند که جرم‌های غیر از سیاسی هستند و معمولاً من ندیدم تا حالا زندان‌های افراد سیاسی و شاخصی که در حال حاضر در زندان‌های امنیتی جمهوری اسلامی هستند، مثل زندانیان سیاسی، زندانیان دوتابیتی و افرادی که جرم‌های یا اتهام‌های سیاسی دارند رو منتشر نکردند. دفعه قبل هم زندانی‌های معمولی حالا یا بر اثر مسائل اقتصادی زندان شدند یا مسائل کشتار و قتل و غارت و دزدی، اونها رو معمولاً نشون دادند. خبر مهم دیگری که خدمتتون میگم در رابطه با روسیه هست که صحبت هست احتمالاً هفته آینده روز سه‌شنبه میخواد به اوکراین حمله کنه، در حالی که بحران اوکراین لحظه به لحظه شدیدتر میشه و امریکا برای تقویت نیروهای ناتو در جبهه شرق اقدام به انتقال سربازان امریکایی کرده. ارزیابی‌های تازه‌ای از خطر حمله هفته آینده توسط روسیه به اوکراین رو منتشر کردند و خبرگزاری‌های خارجی هم و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی امریکا با آلمان و دیگر همپیمانان امریکا در سازمان ناتو هشدار داده که با توجه به اطلاعات و داده‌های جدید بیمان است که حمله روسیه به اوکراین روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده صورت می‌گیرد، یعنی 15 16 در فوریه. محافل دیپلماتیک گفتند که آژانس اطلاعات مرکزی امریکا، سازمان سیا منظورم هست، و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی ارتش امریکا در این اطلاع رسانی محرمانه جزئیات متعدد مسیرهای مشخص حمله روسیه و همچنین چگونگی مأموریت هر از واحدهای روسیه رو عنوان کردند. خب دوستان عزیز، این بود چند خبری که جنجالی بود و مهم بود رو براتون گفتم. با سپاس از همراهی شما، لطف کنید شیر کنید، کامنت بذارید، لایک کنید و اگر کسانی علاقمند باشن میتونن عضو کانال تصویر پارسه بشن و وقتی عضو شدن اون زنگولارم بزنن، یعنی کلیک کنن روش که هر ویدیوی تازهی تولید شد سریعا خدمت شما عزیزان ارسال بشه. با سپاس.